با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه جهانی تلویزیون ایران فردا را پی میگیریم و ادامه میدهیم با برنامه شامگاهی آن سوی خبر که در سی دقیقه پیش روی مروری خواهد داشت بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و جهان همچون همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین اخبار برگزیده امشب. بروز نزاع میان بازها و کبوترها در کاخ سفید و کنگره بر سر برنامه هسته‌ای ایران با انتشار نامه سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی علیه توافق احتمالی ای به رهبری باراک اوباما همینطور اوجگیری جدال های جناهی میان رقبای دو قطب قدرت در نظام فقها ها با حمله فیزیکی به علی متحری نماینده اصولگرای مجلس در شیراز انتصاب یک مقام عالی رتبه امنیتی سپاه به فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس ایران از سوی علی خامنه و بالاخره گمانه های لحظه به لحظه برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری اهم مطالب خبری در طول 24 ساعت گذشته بود که عمده رسانه های داخلی و خارجی به انعکاس آن پرداختند. همینک مرور میکنیم بر شرح جزئیات آخرین رویدادهای تنظیمی و برگزیده ی امشب سهشنبه نوزدهم اسفند ماه ایرانی برابر با دهم ماه مارس میلادی نخست میگشاییم با تازه های پرونده هستهای و اظهارات چند جانبه مسئولین در دو سوی مذاکرات نامه تهدیدآمیز 47 سناتور آمریکایی به سران جمهوری اسلامی مبنی بر توافق احتمالی صرفا تا پایان دوره اوباما دوام خواهد داشت از جمله خبرهایی بود که از آغاز این ساعات بامداد امروز موجب واکنش های چند جانبه در عرصه رسانه ها گردید در این میان نخست سناتورهای جمهوری خواه از جمله چهره های سرشناس مارکو روبیو تد کروز راند پول در این نامه که نهم ماه مارچ منتشر شده خطاب به رهبران ایران می گفتند ممکن است شما به طور کامل سیستم قانونی ما را نشناسید اما هرچه که به تصویب کنگره نرسیده باشد یک توافق ریاستی با زمانت اجرایی کامل به شمار نمی آید. در ادامه این نامه گفته شده بود که توافقی که به تصویب کنگره نرسیده باشد می تواند فقط با یک حرکت قلم رئیس جمهوری بعدی باطل شود و کنگره آینده هم هر زمان لازم دید قادر است موارد توافق را تغییر دهد. سناتورهای جمهوری خواه در این نامه به رهبران ایران مینوشتند که دوره ریاست جمهوری اوباما ژانویه 2017 تمام می شود در حالی که بیشتر نمایندگان کنگره بعد از آن و حتی سالها در مسند باقی خواهند ماند. این نامه توسط تام کاتن نوشته شده که چند ماه پیش با پیروزی در انتخابات از ایالت آرکانزاس وارد مجلس سنا شد مارکو روبیو، تد کروز و راند پال از نامزدهای احتمالی جمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا هم نامه به سران ایران را امضا کردند. در نامه سناتورها آقای اوباما متهم شده که قصد دارد کنگره آمریکا را دور بزند. این نامه تند و تهدیدآمیز سناتورهای آمریکایی با پاسخ شدید اوباما و کاخ سفید مواجه شد. حسب انتظار تا جایی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به نامه 47 سناتور جمهوری خواه در مورد مذاکرات ای از اعتلاف نامتعارف جمهوری خواهان و تنروهای ایران خبر داد، آقای اوباما دوشنبه نهم ماه مارس در گفتگو با خبرنگاران می گفت که به تنز شبیه است که سناتورهای جمهوری به مقامهای ایرانی در مورد توافق هسته با ایالات متحده هشدار می دهند. در سوی دیگر در واکنشی جداگانه به این نامه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از اینکه بعضی سناتورهای جمهوری به منظور مقابله با توافق احتمالی هسته به دنبال دور زدن دولت آمریکا و همدستی با تندروهای ایران هستند ابراز شگفتی کرد آقای ارنست با انتقاد از تلاش سناتورهای جمهوری خواه برای چوبلای چرخ مذاکرات گذاشتن تأکید می کرد که نام نگاری با مقامهای ایرانی برای دلسرد کردن آنها از مذاکرات در جهت ایفای نقشی نیست که بنیانگذاران ایالات متحده برای کنگره این کشور قائل بودند. و اما نکته قابل تأمل این واکنش از سوی سخنگوی کاخ سفید زیر سوال بردن سیاست های جنگی جمهوری خواهان موسوم به گروه بازها بود. سخنگوی کاخ سفید در اشاره تلویحی به سابقه پافشاری جمهوری خواهان بر حمله نظامی به کشور عراق در سال 2003 می گفت که مخالفان مذاکرات هستئی در سنا دارای سوابق طولانی و آلوده در ترجیح راه حل‌های نظامی به روش های دیپلماتیک هستند که عملا پاسخ تون و شدید و لحن به تنظیم کنندگان این نامه بود و آنها را به جنگ طلبی متهم می کرد و اما در سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود ماجرای جنجالی جدال کاخ سفید و کنگره رو رسد کرد و واکنشی حیرت زده تا ام با شگفتی نشان داد در این میان محمد جواد ظریف و ابراز تعجب از اینکه چگونه ممکن است برخی نمایندگان مجلس یک کشور علیه رئیس جمهوری و دولت خود به رهبران کشور دیگری نامه بنویسند این گونه تاکید می کرد که نامه سناتورهای مزبور نشان میدهد که آنها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند بلکه حتی به طور کامل با ریزکاری های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیست. محمد جواد ظریف در اظهار نظری که خبرگزاری های ایرنا و ایسنا آن را منتشر کرده ولی به منبع آن اشاره نکرده بودند می گفت که به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی است. ایشان اظهار داشت که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی نیز حاصل نشده است ولی گروه های فشار در آمریکا آنچنان نگران شده اند که با توسل به شیوه های غیر متعارف بیش از هر چیز نشان میدهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظریف با اشاره به این بند از نامه سناتورهای یاد شده رو به بی اطلاعی از حقوق بین الملل و تکالیف بین المللی دولت ها متهم کرد و می گفت تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بین المللی آن کشور نیست و لذا هر دولتی در آمریکا ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور در یک توافق احتمالی ای پذیرا می شود و اگر رئیس جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین المللی یارات متحده را منتفی کند مرتکب نقض آشار حقوق بین الملل شده است. آقای محمد جواد ظریف تعهدات طرفین در توافق احتمالی هست ای را به دلیل حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل در گفتگوها لازم الاجرا دانست و خطاب به سناتورهای آمریکایی می گفت بر اساس حقوق بینالملل کنگره نیز در آینده نمی تواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی دولت آمریکا به مسابه نقض تعهدات بین المللی آن دولت خواهد بود و در همین راستا روزنامه های پرشمارگان امروز تهران نیز همگی به این موضوع واکنشی آشکار داشتند. البته روزنامه ها عمدتا در طیف اصلاحات و تحول و با بکار بردن واژه دلواپسان هسته ای آمریکایی میکوشیدن که سناتورهای آمریکایی رو به نحوی از آنها همسو با دلواپسان مجلسی ایرانی نشان دهند کاری که شخص اوباما نیز در نخستین واکنشش این گونه گفته بود از جمله روزنامه قانون از پاسخ ظریف به سناتورهای دلواپس نوشت همینطور کائنات با اشاره به این نامه آن را تهدید همزمان 47 سناتور علیه ایران و اوباما توصیف کرد و از آن به عنوان آخرین تیر ترکش دلواپسان آمریکایی یاد میکرد و در سوی دیگر روزنامه ای ابتکار با ادبیاتی تمام جنگی میکوشید صحنه مذاکرات را صحنه نبر توصیف کند و از اعضای تیم مذاکره به عنوان سرداران میدان جنگ یاد کرد و به نقل از حسن روحانی از عبارت جهاد دیپلماتیک سخن می گفت اما آخرین خبر از حوزه هسته‌ای در برنامه امشب که پایان مذاکرات بر سر اختلافات با آژانس بین المللی اتمی اعلام شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس برای بررسی دو موضوع باقی مانده از مرحله سوم همکاری ها پایان یافت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، هیات های فنی ایران و آژانس روز دوشنبه برای حل نهایی دو موضوع باقی مانده از مرحله سوم همکاری ها در قالب توافق چارچوبی برای همکاری در محل سازمان انرژی اتمی با یکدیگر گفتگو کردند در این مذاکرات رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و ترو واریانتا معاون مدیر کل آژانس سرپرستی هیئت ها را به عهده داشتند در پایان این مذاکرات نماینده دائم ایران در آژانس از توافق ایران و آژانس برای ادامه همکاری ها خبر داد رضا نجفی پس از هیئت آژانس و مسئولان سازمان انرژی اتمی در تهران در جمع خبرنگاران می که مباحث مطروحه در این نشست و سوالات مطرح شده و پاسخهای آن بسیار جدی بود و نشان از عزم دو طرف برای ادامه همکاری ها داشت ایشان همچنین از توافق دو طرف برای برگزاری نشست دیگری در اواخر فروردین سال آینده در تهران خبر میداد. برنامه آن سوی خبر را پی میگیریم با رویدادهای دیگر از ایران تعویز فرماندهی نیروی انتظامی ایران با جایگزینی یکی از فرماندهان نظامی سپاه به جای احمدی مقدم از جمله رویدادهایی در عرصه تغییرات و جابجاییها ها در حوزه نظامیان از سوی علی خامنه ای بود بنابر گزارش رسانه های ایران سردار سرتیب حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق جانشین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی یا پلیس ایران شده است. آقای اشتری خرداد ماه سال جاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شده بود. آیت الله علی خامنه‌ای که فرماندهی کل قوای مسلح در ایران بر عهده دارد در حکم آقای اشتری نوشته است که این انتصاب بنا به پیشنهاد وزیر محترم کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی انجام می شود. خبرگزاری فارس هم می گفت آقای اشتری به مدت سه سال فرمانده نیروی انتظامی شده اما در حکم رهبر ایران به این مدت زمانی اشاره نشده بود. پس از سلسله حوادث مربوط به اسید پاشی به خانم ها اشتری با دستور ویژه فرمانده وقت پلیس برای بررسی وضعیت معمور شد و به اسفهان سفر کرد اما با گذشت ماها از این واقعه سرنوشت پرونده اسید پاشی هیچگاه روشن نشده است اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیش از انتشار خبر انتصاب فرمانده جدید پلیس گفته بود که در حال سپری کردن ساعات پایانی مسئولیتش است در هواشی این جابجایی که اصولا در عرصه های نظامی کم سابقه است احمدی مقدم در اشارتی به موضوع درخواستش از آیت الله خامنه ای برای کنارگیری می گفت که سال گذشته با طرح درخواست کنارگیریش از فرماندهی پلیس به آقای خامنه ای گفته بود شما هم از من خسته نشده اید مردم از ما خسته شدند اما رهبر ایران اردیبهشت ماه امسال حکم فرماندهی احمدی مقدم را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود ایشان میگوید یعنی خود احمدی مقدم میگوید اول اسفند امسال بار دیگر درخواستش را از رهبر ایران تکرار کرد و این بار مورد موافقت خامنه ای قرار گرفت فرمانده سابق پلیس درباره سمت بعدیش گفته که رهبر ایران خواسته چند ماهی به او فرصت دهد تا از آنچه در ده سال فرماندهی پلیس بر او گذشته مستند سازی کند اسماعیل احمدی مقدم ترخ ترین حوادث دوران فرماندهیش را کشدار در تاسوکی توسط گروه جندالله و وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عنوان کرد و اما در بهبوهه منازعات هسته‌ای تعیین جایزه 5 میلیون دلاری آمریکا برای پیدا کردن لوینسون که در جزیره کیش مفقود شد پلیس فدرال آمریکا اف بی آی برای پیدا کردن رابرت لوینسون مأمور سابق این سازمان جایزه ی 5 میلیون دلاری تعیین کرده است اف بی آی که پیش از این یک میلیون دلار به همین منظور اختصاص داد روز دوشنبه و در هشتمین سالگرد ناپدید شدن آقای لوینسون که گفته می شود آخرین بار در جزیره کیش ایران دیده شد اعلام کرد که جایزش را به 5 میلیون دلار افزایش می دهد. FBI این مبلغ را به کسی می که بتواند اطلاعاتی در اختیار این سازمان بگذارد که به یافتن رابرت لوینسون کمک کند. رابرت لوینسون معمور سابق FBI در ماه مارس سال 2007 در جریان یک سفر کاری در جزیره کیش ناپدید شد. خانواده این مفقود شده ای آمریکایی در ماه آگست یا اوت 2011 تصاویری از او در حالی که لباس نارنجی زندانیان گوانتانامو رو پوشیده بود دریافت کردند. همزمان با هشتمین سال ناپدید شدن این آمریکایی وزارت خارجه آمریکا باز هم از ایران خواسته است که برای یافتن او با آمریکا همکاری کند. آن سوی خبر را ادامه می دهیم با رشد افراتگرایی و ظهور موج تازه ای از گروه های فشار با ضرب و شتم علی متحری در شهر شیراز به گزارش خبرگزاری ایرنا علی متحری نماینده ی مجلس شورای اسلامی سفر خود به شیراز را ناتمام گذاشت و برای بازگشت به تهران آزم فرودگاه این شهر شد ماجرا چون این بود که با ورود متحری به سالن فرودگاه شماری از افراد معترض با حضور این نماینده و سلگرای مجلس با تجمع شروع به شعار دادن کردن پس از آنکه متحری سوار بر خودرو شد بار دیگر معترزان به او حمله کردند و این بار شیشه های خودرو را با سنگ و چوب شکستند و با این موقعیت راننده خودرو با سرعت به حرکت درآمد اما تعدادی موتور سوار به تعقیب او پرداختند راننده خودرو پس از این تعقیب وارد کلانتری میدان گل سرخ شیراز شد و بیش از سه ساعت را در محاصره معترضان در این حوزه انتظامی گذراند گفته می شود که چشم علی متحری نیز در تهاجم تندروهای خود سر آسیب دیده است در حالی که متحری تأکید داشت که برای سخنرانی و دعوت دانشگاه به شیراز آمده است و باید مقدمات فراهم می شد مسئولان استانی و شهرستانی شیراز وی را متقاعد به برگشت به تهران کردند یکی از نزدیکان علی متحری نیز که در این سفر وی را همراهی می کرد در گفتگو با خبرنگار ایلنا از آسیب دیدن صورت این نماینده مردم تهران خبر داد و می گفت پس از حمله برخی افراد به خودروی حامله حامل آقای متحری و پرتاب شیب سمت وی چشم فرزند متحری آسیب دید. لازم به توضیح که علی متحری دیری است که مغزوب بیت رهبری و شخص علی خامنه قرار گرفته است ادامه برنامه آن سوی خبر اعتصاب نوت بر سمفونی سکوت اعتراض برخی از چهره های نامی موسیقی ایران ماجره های لقویز کنسرت های موسیقی از سوی گروه های ناهمسو با دولت روحانی را وارد فاز تازه ای کرده است جمعی از فعالان حوزه موسیقی شامگاه گذشته در مقابل خانه موسیقی تجمع و نسبت به اقدامات اخیر درباره لق و ایجاد محدودیت برای برخی نوازندگان اعتراض کردند به گزارش خبرنگار بخش موسیقیایی ایسنا رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در این تجمع گفت در مدت اخیر اتفاقاتی افتاده که نشأت گرفته از راه و اندیشه خاص است و ممکن است تداوم یابد ما باید در خانه موسیقی به عنوان یک نهاد مدنی جلوی این اقدام را بگیریم محمد سریر با بیان اینکه خانه موسیقی 16 هزار عضو دارد افزود یکی از مشکلات ما حقوق معلفین و مصنفین است که در این سالها با مشکل روبرو بوده است کپی رایت در همه کشورها وجود دارد و باعث می شود حق هنرمند نه تنها در کشور خودش بلکه در همه دنیا حفظ شود در این مراسم مدیرعامل خانه موسیقی گفت اعضای خانه موسیقی امروز برای یک درد مشترک گرده هم جمع شده تا خواسته های خود را بیان کنند ایشان می گفت متاسفانه امروز مصیبت هایی را تجربه می کنیم که در سی سال اخیر بی سابقه بوده است هیچ وقت فکر نمی کردیم با آغاز دولت تدبیر و امید موسیقیدان ها این گونه دچار یعص و ناامیدی شوند. و اما در همین راستا روزنامه ابتکار مطلب اصلی صفحه نخست شماره امروز را با درجه تصاویری از برجسته ترین موسیقیدانان ایرانی از جمله شهرام ناظری می که در کنشی اعتراضی به وضعیت لغو سریالی کنسرت ها امضای اعتراض میزدند. ابتکار از این اقدام هنرمندان ایرانی با عنوان موسیقیایی همنوایی علیه نوت سکوت یاد کرده بود در ادامه آن سوی خبر میخواندیم که تنها 48 ساعت پس از سخندانی زیست محیطی علی خامنه که به مسابه فرمانی نظامی صادر شده بود بیش از 20 نفر در منابع طبیعی بازداشت شدند معاون اول قوه قضایی در این راستا گفت در هفته گذشته پرونده ای در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در این پرونده 20 نفر از منابع طبیعی استان تهران اعم از مدیر و کارمند تحت تعقیب قرار گرفتند و تا امروز 15 نفر از آنها بازداشت شدهاند به گزارش تسنیم محسنی اجعی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب که از خبر سیما پخش شد درباره اقدامات دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و عراضی ملی می گفت تا پایان سال 92 با اقدامات که توسط دستگاه قضایی انجام شد 2216 میلیون متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد. توضیحات سخنگوی قوه قضاییه یک روز پس از سخنان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت حفاظت از منابع طبیعی ابراز شده است. با دو رویداد خارجی منطقه‌ای، همچنان بیننده برنامه آن سوی خبر در ایران فردا هستید. شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با بحران یمن نشست برگزار می کند. این شورا موافقت خود را برای برگزاری نشستی در عربستان سعودی با هدف پایان دادن به بحران سیاسی در یمن اعلام کرد. در بیانیه منتشره دفتر پادشاه عربستان سعودی گفته شده که این نشست به درخواست عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به عدن رفته برگزار می شود. شورشیان شیعه حسی که از ژانویه سال جاری کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند هنوز واکنشی در این باره نشان ندادند جالب توجه این که در همین راستا روزنامه کیهان و وابسته به نهاد رهبری نسبت به این نشست واکنش نشان داد و بدون اشاره به مداخله آشکار نظامی نیروهای جمهوری اسلامی در یمن و همینطور حمایت همه جانبه اشان از شورشیان حوسی به کشور پادشاهی عربستان میتاختند و انتقاد میکردند و از آن و از این نشست البته به عنوان آغاز تجزیه یمن یاد میکرد این در حالی است که جمهوری اسلامی رسما به شورشیان شیعه کودتاگر انعقاد قرارداد هوایی و پروازی بسته بود از یمن و حمایت های ولایت فقها ها سری به سوریه میزنیم و بررسی میکنیم آخرین خبرها از خلافت اسلامی یا گروه موسوم به داعش در تازه ترین گزارش خبر رسید که دست کم 14 نفر در جریان حملات هوایی نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا به یک پالایشگاه در شمال سوریه که در کنترل نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا داعش است کشته شدند بر اساس گزارش های دریافتی کارکنان این پالایشگاه و پیکارجویان اسلامگرا از جمله کشته شدگان حمله به این مکان هستند که در خارج از شهری در نزدیکی ترکیه واقع است در همین رابطه یکی از گروه های فعال ویدئوی منتشر کرده که شعله های آتش را پس از حمله به این پالایشگاه نشان می دهد تصرف پالایشگاه ها و میادین نفت نقش کلیدی در پیشروی های داعش در سوریه و عراق داشته سال گذشته داعش از فروش نفت و محصولات نفتی به قاچاقچیان محلی بیش از 100 میلیون دلار درآمد داشته است و اما رقابت های مجلس خبرگان از جمله رویدادهایی است که این روزها از سوی گروه های سیاسی درگیر ماجرا بیش از پیش دامن زده می شود گویا رقابتی سرنوشت سازتر از دوران پیشین خبرگان رهبری است در این میان علا اینکه روزنامه های وابسته به طیف اصولگرایان در انفعالی مستتر به سر میبرند که گویا میل ندارند به ساحت این مجلس به زعم خیش معنوی ورود پیدا کنند اما صف بندی ها هر روز جهت تازه تری به خود می گیرن. تا جایی که روزنامه شرق در شماره امروز مطلب اصلی را به مصاحبه اختصاصی به هاشمی رفسنجانی اختصاص داد که میگفت در لحظه حساس لازم نیست حتما رئیس باشد از سوی دیگر روزنامه کارون با درجه تصویری از دو هاشمی یعنی هاشمی شهرودی و هاشمی رفسنجانی با تیتری پرسشی گمانه میزد که صندلی ریاست خبرگان رهبری در انتظار یکی از دو هاشمی و اما روزنامه شرق یک مصاحبه اختصاصی نفسگیر با هاشمی رفسنجانی انجام داد و از نقش وی در خبرگان رهبری و یا نامزدی احتمالیش برای ریاست خبرگان میپرسید از جمله رفسنجانی در پاسخ به این سال که شما در مصاحبه که اخیرا داشتید گفته بودید که اگر خبرگان فرد مناسبی را بعد از رهبری برای جانشین ایشان پیدا نکنند میتواند بحث به سمت شورایی برود آیا ایده رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد رفسنجانی اینگونه جواب میداد که اگر مثل امام و رهبری فعلی نباشد شورای می شود و شورای پنج نفره از علما جای رهبری را می گیرند همچنین از وی سوال شد که الان تقریبا مشخص است که چه کسی می آید و چه کسی نمی آید ایشون جواب میداد که هنوز خیلی مشخص نیست و همین روزها دارد تصمیم گیری می شود مصاحبه بسیار طولانی و حاوی نکاتی شنیدنی و خواندنی بود از پرونده مهدی هاشمی تا عکسی از رفسنجانی که در پارلمان دور اول به هنگام کتک خوردن سباقیان لبخند شادی بر لب دارد مورد سوال واقع شده بود که در نوع خود از جمله مصاحبه های کم نظیر با این روحانی پرحضور در عرصه مدیریت سیاسی در ایران پس از سال 57 بوده است با یک رویداد زیست محیطی و همینطور رویدادی ورزشی آن سوی خبر را پی میگیریم نخست تازه اظهارات وزیر نیروی ایران در خصوص نجات دریاچه ارومیه حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران روز دوشنبه با اشاره به تلاش هایی که برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است میگفت ساخت 300. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوقف و همچنین مقدار قابل توجهی آب از 400 به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است و بالاخره داستان حضور زنان در ورزشگاه ها و اظهار موضع وزیر ورزش ایران پس از واگذاری میزبانی جام 2019 های آسیا به کشور همسایه امارات محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران در آخرین اظهار نظر در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها گفت که این موضوع در یکی از کمیته های شورای امنیت ملی ایران در حال بررسی است آقای گودرزی می گفت که ممکن است زنان در آینده بتوانند با رعایت برخی ضوابط در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند در صورت تدوین چارچوب های حضور زنان در ورزشگاه ها اتفاقات خوبی با رعایت ضوابط خواهد افتاد البته این موضوع با رعایت شعونات اسلامی خواهد بود و مراجع زی در این خصوص باید اظهار نظر کنند و با این رویداد کوتاه ورزشی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد همچون همه شب ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی امشب از جمله گزارش روز که شرحی تفصیلی بر اهم رویدادهای جاری ایران و جهان است این جانب از محضر یکا یکتان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود